دوستان، خسته نباشید، وقتتون بخیر. درس هشتم و اولین جلسه از درس اول از کتاب استودیو د سطح A1. اگر تا الان کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نکردید، حتما این کار را انجام بدید. زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فشار بدید که محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید. اما بیدرنگ میریم سراغ درس اول از کتاب استودیو د و بخش اول از این درس. کافه د. تریفن ایم کافه، ملاقات در کافه یا ملاقات کردن در کافه. نمره 1 آ. Hören Sie die Gespräche. گفتگوها رو گوش بدید. Worüber sprechen die Leute? در مورد چه چیزی مردم صحبت می کنند؟ Sammeln Sie Wörter. کلمات رو جمع آوری کنید. Sammeln. جمع آوری کردن. Wörter هم که میشه کلمات، لغات. Hören Sie die Gespräche noch einmal und lesen Sie mit. به دیالوگ یا به گفتگو دوباره گوش بدید و با هم بخونید. Hier lernen Sie. اینجا شما چی یاد میگیرید؟ Jemanden kennenlernen. با کسی آشنا شدن. Ein Gespräch beginnen. یک مکالمه رو یا یک گفتگو رو شروع کردن. sich und andere vorstellen. خود و دیگران رو معرفی کردن. zahlen von 1 bis 1000. اعداد از 1 تا 1000. etwas im café bestellen und bezahlen. چیزی را، etwas، چیزی را در کافه سفارش دادن، bestellen und bezahlen و پرداخت کردن. تلفن نومن verstehen، درک کردن، فهمیدن شماره تلفن ها. frage setze mit wie, woher, wo, was. جملات سوالی، frage setze، جملات سوالی با wie یعنی چگونه، woher از کجا، و کجا، was چه چیزی یا چی. verben präsens singular und plural sein. افعال حالت جمع و مفرد حال ساده sein، فعل sein. word accent in verben und in zahlen. تلفظ در افعال و اعداد. پس zahlen چی میشه؟ اعداد. ordnen Sie die Gespräche den Fotos zu. خب کاری به این شماره 3 نداریم. de üben Sie im Kurs. تمرین کنید، üben تمرین کردن. تمرین کنید، üben Sie im Kurs، در کلاس درس. Samira، سمیرا داره میگه یا سمیرا به زبان فارسی. Entschuldigung, ist hier noch frei؟ ببخشید، اینجا هنوز آزاده؟ Ja, klar. کی میگه؟ کاتیا. Ja, klar bitte. بله، البته، خواهش میکنم. Sind Sie auch im Deutschkurs؟ شما هم در کلاس آلمانی هستید؟ Ja, im Kurs A1. بله، در کلاس A1. Ich heiße Samira Sundaram. Ich komme aus Indien. اسم من اینه و هندی هستم. Ich bin Katja Borowska aus Russland. من Katja Borowska هستم از روسیه. Was trinken Sie? چی می نوشید؟ Orangensaft. Portugal. 2 Orangensaft bitte.
خب این سمیرا داره به کی میگه؟ داره به گارسون میگه. زوی اورانجن زافت بتا. دو تا آب پرتقال لطفا. بچه آب پرتقال اورانجن زافت میشه. اپفل زین زافت هم میگن. یعنی اپفل زین زافت هر کجا که شنیدید یعنی آب پرتقال. اپفل زافت یعنی آب سیب. لینا گریس دیخ، درود بر تو. یولیان، درود بر تو یولیان. داس زیند بلال اوند آلیدا. اینها هستند، داس زیند، اینها هستند بلال و آلیدا. های، وهر کومت ایر؟ سلام، شماها از کجا هستید یا شماها کجایی هستید؟ های هم جزو لغاتی است که هم در زبان انگلیسی و هم در زبان آلمانی در گفتگوها و حتی در نوشتن ایمیل ها کاربرد دارد. Wir kommen aus Marokko. بلال میگه ما مراکشی هستیم. Und du و تو. Woher kommst du؟ تو کجایی هستی؟ Aus den USA. یولیان میگه. Lena, was möchtest du trinken؟ چی دوست داری بنوشی؟ یا چی میل داری که بنوشی؟ کافی، قهوه. خب اینجا اول اینکه کافه و کافی رو با هم دیگه قاطی نکنید. کافه یعنی کافه بار و کافی یعنی قهوه. اینجا هم براتون نوشتم. اما کافی بدون این علامت روی ا به زبان انگلیسی است، اما کافه با این علامت روی ا در زبان آلمانی هست. البته فکر کنم در زبانهای دیگری هم در جنوب در زبانهای اسپانیولی هم کافه رو به این شکل می نویسند. بلال ایش آخ. یا ایش آخ. لنا میگه بلال ایش آخ. منم همینطور. علیدا یا بته. بله لطفاً یا بله خواهش میکنم. لینا فیا کافه بیته. چهار تا قهوه لطفاً. لیو مای هلو مارینا. سلام مارینا. مارینا میگه تاگ لیو مای. تاگ با گوتن تاگ یکیه که جفتش میشه روز بخیر. لیو مای مارینا داس ایس فراو شلا. مارینا این خانم شیلا هست. زی ایست دویچ لرین. اون معلم زبان آلمانیه. فاو شیلا دس ایست مارینا الوارز. خانم شیلا این مارینا الوارزه. خانم شیلا گوتن تاگ مارینا وهر کومزی. روز بخیر مارینا. شما کجایی هستید؟ مارینا میگه ایش کومه اوس آرژانتینین، اوس روساریو. من آرژانتینی هستم از شهر روساریو. لیو مای میگه واس میشن زی ترینکن؟ چه چیزی میل دارید که بنوشید؟ خب اینجا این زی رو چون که با اس بزرگ نوشته یعنی منظور و مخاطبش یک نفره و حالت جمع نیست و در حالت نوشیدن ترینکن با نیمن برابره. واس میشن زی نیمن؟ او دا واس میشن زی ترینکن؟ جفتش یکیه. آیس تی چای سرد. ایش آخ من هم همینطور. الزو درای آیس تی. پس بنابراین. الزو یعنی پس یا بنابراین. سه تا چای سرد. خب این شپاخ این کافه. زبان در کافه بار. انشولدیگونگ ایست یا نخفای. همه اینا رو من تو این مکالمه معنی کردم و نیازی نیست دوباره توضیح بدم. نمبر 2 و woher دیالوگ ترینیرن. چه کسی از کجا دیالوگ رو تمرین کردن؟ ترینیرن مترادفش چی میشه؟ بالا گفتم یه خورده پیش üben. اون هم میشه تمرین کردن. sammeln جمع‌آوری کردن. against sie
den Kasten. این کاستن رو مرتب کنید. خب براتون نوشتم چون که تازگی نداره. Begrüßung, hallo, grüß dich. Vorstellung, ich heiße, das ist. Name, wie heißen Sie, wie ist Ihr Name? در مورد نامه یک نکته ای داریم که در پایان همین درس همین جلسه بهتون خواهم گفت. Woher kommst du? Getränke, کافه، ته، نوشیدنی ها. Getränke یعنی چی؟ نوشیدنی ها. Ergänzen Sie, مرتب کنید. Der Kasten aus Aufgabe 1 hilft. و از این کاستنی که در Aufgabe 1 هست کمک بگیرید. خب منظورش اینه. این اولین تمرین درس اولتون هست، حتما حتما حل کنید و در گروه بفرستید. بچه ها لطفا در تلگرام در پیوی شخصی نفرستید، در گروه بفرستید که هم بهش جواب داده بشه، هم بقیه بچه ها هم ببینن استفاده کنن. اگه اشکالی ایرادی دارید بچه ها هم کمکتون کنند و خلاصه با همدیگه یک مراودهی داشته باشید که تأثیر بیشتری خواهد داشت. پس تمرین هاتون رو لطفاً در گروه بفرستید، در پیوی شخصی نفرستید. ممنون. خب این تمرین رو حتما حل کنید. شماره دو رو شماره سه Hören Sie und sprechen Sie nach. کاری به این نداریم. Dialog trainieren mit Namen im Kurs که همون مربوط به تمرین دو خواهد بود، چیز جدیدی نخواهد بود اگه تمرین دو رو حل کنید. Nummer 5. Sammeln Sie Verben aus den Texten auf Seite 17. خب ببینید چی گفتم. 17 17 که توی درس همین درس از درس کافه روی اعداد خیلی باید کار کنیم. میگه فعل ها رو از متن های صفحه 17 جمع آوری کنید. من اینجا یه خورده براتون نوشتم. زاین، ترینکن، کومن، مشتن. میتونیم ترینیرن رو بنویسیم، اوبن رو بنویسیم. اینا رو برای خودتون جمع کنید، معنی ها رو بنویسید به همراه صرف. فعلا در این سطح شما حال ساده رو صرف کنید. به عنوان تمرین دوم فعل های زاین، trinken, kommen و möchten رو صرف کنید در زمان حال ساده. من هستم، تو هستی، او هست، ما هستیم، شماها هستید، آنها و شمای محترمانه هستید و الی آخر. نمبر 6 هم اگر این تمرینی که بهتون گفتم حل کنید دیگر نیازی به تمرین شماره 6 ندارید، چون که trinken و kommen در این تمرین قبل هست. Hören Sie die Verben. افعال رو گوش بدید. Markieren Sie den Akzent in der Tabelle von Aufgabe 6 und sprechen Sie nach. خب افعال رو گوش بدید، علامت گذاری کنید. چی رو؟ این تشدید ها رو و یا این سیلابس ها رو علامت گذاری کنید در جداول تمرین شماره 6 و بعدش صحبت کنید. خب میگم این شما این تمرین رو که حل کنید دیگه نیازی به این تمرین ها نخواهید داشت. اگنسن زی این رو هم حتما حتما حل کنید. وحیا کم. خب اینجا میگه که بقیه پسوند رو شما بهش بدید. حالا من اینو برای شما می نویسم. وحیا کمن زی این یک نمونه است، بقیهش رو خودتون حل کنید که راحت هست. باز هم بستگی داره به این تمرین شماره 5. این رو که حل کنید دیگه اینا برای شما راحته، ولی حتما حل کنید چون که در فهم صرف افعال بهتون کمک میکنه. چرا الان من از صرف افعال میگذرم؟ چون که در پروژه گراماتیک بارها و بارها خیلی درست و حسابی در مورد صرف افعال توضیح دادیم و به همین خاطر دیگه خیلی روش زوم نخواهیم کرد. اما شماره 9، خب زمانمون تمام شد، اما این نقطه‌ای که یکی از دوستان زحمت کشیدن و در گروه پرسیدن، خب این سوال کردن خیلی مهمه دیگه.
از همین سوال کردن ها نکته های طلایی خیلی خوبی در میاد. از من پرسیده شد که میت ایرم نامن درسته یا میت ایرن نامن. باید بگم که هر دو عبارت صحیحه، اما چطوری؟ خب در عبارت میت ایرم نامن یعنی چی؟ یعنی نامن حتما مفرد مذکر بوده، چون که میت داتیف ساس هست دیگه، مفرد مذکر شده که ایا تبدیل شده به ایرم، و در این عبارت حتما نامن جمع بوده که با داتیف شده ایرن. خب چطوریه که نامن در یک عبارت مفرده، در یک عبارت جمعه؟ داستان چیه؟ نکته این دوتا عبارت ما نامن هست، و ما باید بدونیم که اسم نامه که در حالت پایه‌ای و خام خودش مفرد مذکر هست، در حالات آکوزاتیو و داتیو پسفند ان میگیره و به نامن تبدیل میشه. یعنی در حالت آکوزاتیو و داتیو نامه ما، نامه در حالی که مذکر است، پسفند ان را میگیرد و به نامن تبدیل میشود. پس اگر در یک عبارتی از ما پرسیدند، این رو هم لطفا خودتون یادداشت کنید، اگر در یک جمله از ما پرسیدن میت ایرم نامن، یعنی این، شما باید فقط و فقط اسم کوچیکتون رو بگید. اما اگر میت ایرن نامن رو از ما پرسیدن، یعنی در حالت جمع هست نامن، و ما باید اسم کوچک و بزرگ خود را بگوییم و پاسخ بدهیم. این نکته خیلی جالبی بود و این رو در گروه هم من نوشتم، منتها برای دوستانی که عضو گروه نیستند من لازم دیدم که اینجا هم بنویسم و حتما این رو یادداشت کنید. خب دوستان عزیز، اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید، زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فشار بدید که به محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه باخبر بشید. تا جلسه آینده، چیز